سرخط خبرهای امروز پنجشنبه 22 اکتبر از رادیو شهر ما. رئیس امور بین‌الملل وزارت دفاع ایران با اشاره به لغو تحریم تسلیحاتی گفت در حوزه تسلیحات و تجهیزات نظامی محصولاتی در تراز جهانی داریم. مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت نگران تبعات جبران ناپذیر موج سوم کرونا در بسیاری از شهرهای کشور هستیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد کرونا نیمی از کادر درمان را با مشکلات روانی مواجه کرده است. محدودیت‌های مقابله با کرونا در استان‌های فارس و البرز به مدت یک هفته تمدید شد. بر اساس گزارش اندیشکده کانادایی فریزر درباره آزادی اقتصادی در 162 کشور جهان، ایران در جایگاه 158 قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های اوکراینی اعلام کرد حکومت ایران قول داده است اطلاعات بیشتری درباره هواپیمای منهدم شده در اختیار کیف قرار دهد. مقام‌های امنیتی ولایت تخار افغانستان از کشته شدن دست کم 12 غیر نظامی و زخمی شدن 14 نفر دیگر در جریان حمله هوایی به یک مسجد در روز چهارشنبه خبر دادند. روزنامه فرهیختگان نوشت چین برای دستیابی به قرارداد 25 ساله با ایران به جای توافق با دولت به دنبال توافق با کل نظام است. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز اعلام کرد که تخت‌های بخش مراقبت‌های ویژه در مراکز درمانی استان آذربایجان شرقی پر شده است. سفیر آمریکا در اسرائیل اعلام کرد عربستان سعودی به عادی‌سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین کمک بسیار بزرگی کرده است. مدیر امنیت ملی آمریکا از تلاش ایران و روسیه برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خبر داد و گفت این دو کشور به اطلاعات ثبت نام رای دهندگان دست یافتند. بر اساس گزارش امنیت ملی آمریکا، ایران با ارسال ایمیل‌های جعلی به رای دهندگان حزب دموکرات به دنبال تحریک ناآرامی‌های اجتماعی و صدمه به وجهه دونالد ترامپ است. احزاب سیاسی لبنان سعد حریری را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزیدند. سعد حریری در حالی مجدداً قدرت را در لبنان به دست می‌گیرد که یک سال پیش و در پی اعتراضات سراسری از این مقام استعفا کرده بود. دونالد ترامپ در یک سخنرانی برای چندمین بار مواضعش راجع به کشتن ابوبکر بغدادی و قاسم سلیمانی را تکرار کرد. او گفت اقتصاد ایران به شدت از سیاست‌های کنونی آمریکا ضربه خورده است و به همین دلیل به محض پیروزیش در انتخابات اولین کشوری که به او زنگ خواهد زد ایران خواهد بود که تقاضای توافقی جدید خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین گفت ما داریم به صلح در خاورمیانه می‌رسیم بدون اینکه در تمام شنزارها خون جاری شود. همین امروز یک کشور دیگر هم به صلح پیوست. ایران نمی‌خواهد من در انتخابات برنده شوم. دولت تایلند فرمان وضعیت اضطراری را که هفته پیش در تلاش برای پایان دادن به ماه‌ها اعتراض علیه نخست وزیر و نظام سلطنت وضع کرده بود لغو کرد. روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران با انتشار بیانیه نوشت نسرین ستوده صلاحیت نگهداری در بند امنیتی را ندارد. همسر نسرین ستوده دیروز خبر داده بود که ماموران بند عمومی زندان به نسرین گفتند که او را به بیمارستان خواهند برد، اما پس از خروج از زندان او را مستقیما به زندان قرچک منتقل کردند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان گفته است که به عقیده او افراد همجنس باید زندگی مشترک را داشته باشند. او از اصطلاح وصلت شخصی استفاده کرد که تقریبا کلیه حقوق ازدواج را شامل می شود، اما به این کار عنوان ازدواج نمی دهد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه قول داد که کشورش هیچگاه از حمایت کاریکاتور و طراحان آن دست نخواهد کشید و راه ساموئل پتی معلم کشته شده برای گسترش آزادی بیان ادامه خواهد داشت. ساموئل به خاطر نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام به دانش آموزانش در خیابان کشته شد. رسول قهرمانی نماینده دادستان تهران در دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه گفته است که مدیر عامل اسبق
این بانک که تحت تعقیب قضایی جمهوری اسلامی ایران است در اسپانیا بازداشت شده است. نماینده داستان گفت این فرد علیرضا حیدرآبادی پور است و در حین تحقیقات از کشور متواری و به اسپانیا رفته بود که هفته گذشته توسط پلیس اینترپول دستگیر شد. این بود سرخط خبرهای امروز پنجشنبه 22 اکتبر 2020 از رادیو شهر ما.